عرض سلام و وقت بخیر به شما همیهنان عزیز و بینندگان ارجمند شبکه نگین تیوی در سراسر سر جهان به ویژه مخاطبان عزیز ما در کانادا من رزا علوی همراه با همکارانمون در استودیوی این شبکه در تورانتو و مرکز پخش نگین تیوی در ونکوور کانادا در خدمتتون هستیم با برنامه گزارش ویژه و تاکشوی امشب با میهمان عزیزی که به گفتشونود تازهی با ایشون خواهیم پرداخت مهمان برنامه گزارش ویژه و گفتگوی تلویزیونی امشب شبکه نگین خانم النا مزینانی یکی از وکلای برجسته و سرشناس ایرانی در تورنتو کانادا هستند بسیار سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار نگین تیوی و بینندگان ما قرار دادید تا با شما گفتشون ده کوتاهی داشته باشیم و از اطلاعات مفیدتون استفاده کنیم خانم مزینانی در ابتدای این گفتگوی تلویزیونی ممکنه خواهش کنم برای اون گروه از بیرندگانی که احیانا آشنایی کافی با شما و سابقه حرفی وکالت شما ندارن خودتون رو بیشتر معرفی کنید. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز من النا مزینانی هستم وکیل دادگستری در کانادا و با تشکر از تلویزیون نگین تیوی در رابطه با این مصاحبه. خانم مزینانی زمینه های مختلف تخصصی شما و خدمات حقوقی که به جامعه به ویژه به ایرانی در تورنتو ارائه می کنید چه مواردی رو شامل میشه و در واقع در چه زمینه هایی میتونید به مخاطبان و همیهنان ما کمک کنید من در سال 1999 شروع کردم به فعالیت در اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا برای دولت سراسری در اداره مهاجرت و پناهندگی از سال 1999 به بعد پرونده های پناهندگی پرونده های مهاجرتی افرادی که رد شده بودند و تقاضای استیناف جویی میکردن به دولت فدرال و به اداره مهاجرت و پناهندگی در اون پرونده ها شرکت می کردم البته که در اون زمان برای دولت فدرال کار می کردم و یه چیزی حدود 9 سال در اداره مهاجرت و پناهندگی مشغول به فعالیت بودم افرادی که وارد کانادا می شدن و درخواست پناهندگی می کردن. یا افرادی که مادر یا همسر یا پدر خود رو اسپانسر کرده بودن و این درخواست نامه رد شده بود یا افرادی که تقاضا کرده بودن برای مهاجرت از طریق حرفه یا از طریق سرمایه گذاری و رد شده بود اداره مهاجرت وقتی که به این پرونده ها رسیدگی من هم در اون زمینه و در اون دپارتمان مشغول به کار بودم در نتیجه در حال حاضر یه قسمت بزرگی از فعالیت های حقوقی من ربط پیدا میکنه به حقوق مهاجرت و پناهندگی و در خدمت هموطنان عزیز هستیم کسایی که مسائل مهاجرت دارن چه در زمینه پناهندگی چه در زمینه مهاجرت از هر نوع کاتگوری ما در خدمت هموطنان ایرانی در کانادا و در ایران هستیم در صحبتاتون اشاره کردید به موارد مختلفی از جمله حقوق خانواده و موارد مربوط به طلاق و جدایی و با توجه به اینکه شاهد روند رو به افزایش طلاق و جدایی بین زوجها و از هم پاشیدگی خانواده ها متاسفانه در سالهای اخیر هستیم ممکنه بفرمایید که در این زمینه چه کمک های خاصی از طرف شما و دفتر حقوقی مزینانی میتونه به افراد نیازمند و کسانی که مراجعه میکنن داده بشه و به خصوص برای کسانی که درآمد کافی ندارند و توانایی مالی پرداخت های کلان وکالت و هزینه های حقوقی را ندارند چه تسهیلات و امکانات رفاهی وجود داره از سال 2008 به بعد بعد از اینکه یکی از احتیاجات جامعه ایرانی رو در این دیدم که تعداد وکلایی که حقوق خانواده انجام میدادند و با قوانین حقوق خانواده در ایران و قوانین حقوق خانواده در کانادا آشنا نبودن مواجه شدم در نتیجه از سال 2008 به بعد در زمینه حقوق خانواده هم شروع به فعالیت کردم حقوق خانواده یه قسمت بسیار حساسی هستش از حقوق برای اینکه مسائل خیلی زیادی درش گنجایش پیدا میکنه مسائلی مثل هزانت فرزندان تقسیم اموال طلاق و غیر و غیره که اینا مسائل بسیار حساسی هستند افرادی که در حال جدایی و طلاق هستند یه موقعیت خیلی سختی رو دارن پشت سر میگذارن در نتیجه به نظر من خیلی مهم هستش که با یه وکیلی کار کنند که یک باهاش احساس راحتی بکنن دو از نظر فرهنگی فرهنگ هم رو متوجه باشن و سه اینکه بتونن با هم ارتباط برقرار بکنن و زبان همدیگر را به که این به نظر من خیلی نکته مهمی هستش چون هرچند هم ترجمه و مترجم خیلی کمک میکنه ولی خب قاعدتا اگر آدم بتونه احساسات و احتیاجات خودش را به زبان مادری خودش ارائه بده خیلی کارسازتر هستش و یه مسئله مهم دیگه ای هم که وجود داره این هستش که خیلی از هموطنانی که در استان اونتاریو زندگی میکنن از ایران مهاجرت کردن و در ایران ازدواج کردن در نتیجه وقتی که در کانادا میخوان تقاضای طلاق بکنن نه تنها قوانین طلاق کانادا بلکه قوانین طلاق ایران هم نیز درش گنجایش پیدا میکنه مسائلی مثل اخذ مهریه مسائلی مثل طلاق اسلامی و شریع مسائلی مثل ورود به ایران و خارج شدن از ایران و غیر و غیره و خیلی مهم هستش که وقتی یک شخص تقاضای طلاق ایرانی میخواد بکنه و تقاضای طلاق کانادایی میخواد بکنه این دو را در یک زمان ببره جلو چون تا یه مقدار خیلی زیادی به هم مرتبط هستن و هم بدون در رابطه با شرایط و قوانین ایران و هم در رابطه با شرایط و قوانین کانادا یکی از مهمترین نکاتی که در وکالت وجود داره نه تنها خدمت به هموطنان بلکه کمک به افرادی که توانایی پرداخت هزینه های حقوقی ندارن هستش در نتیجه یه سری از پرونده هایی رو که ما در هر سال دریافت میکنیم در آفیسمون پرونده هایی هستش که لیگالید مخارج حقوقیشون رو تأمین میکنه یعنی اینکه شخص هیچ نوع هزینه حقوقی رو پرداخت نمیکنه بلکه لیگالید مخارج حقوقی رو پرداخت میکنه درسته که مقداری که لیگالید میده تقریبا یک سوم از حق زحمات ما هستش ولی برای برای خدمت به هموطنان و برای خدمت به افرادی که توانایی استخدام یک وکیل رو ندارن ما هر سال یک تعداد خاصی پرونده های لیگالی دریافت می کنیم در زم هر سال هم یه تعداد پرونده افرادی که توانایی مالی پرداخت حقل به رو ندارن ولی احتیاج به کمک دارن و تو شرایط سخت هستن یه سری مشاوره و خدمات حقوقی رایگان در خدمتشون میذاریم و اونم بیشتر برای این هستش که به هموطنان و جامعه ایرانی در استان اونتاریو خدمت و انجام وظیفه کرده باشیم خانم مزینانی ما شاهد هستیم که شما در کنار حرفه وکالت و خدمات حقوقی که ارائه می کنید فعالیت های اجتماعی بسیار موثری هم در جامعه ایرانی دارید و در بعضی از اسسیشن ها و سازمان های اجتماعی و انسان دوستانه هم نقش موثر و فعالی ایفا می کنید. ممکنه در مورد فعالیت های اجتماعیتون و اینکه به جز وکالت در چه زمینه های دیگری فعال هستید کمی برای ما صحبت کنید. بله من یه مقدار فعالیت های داوطلبانه هم دارم مثل داوطلب زمانی رو که داوطلبانه میذارم در یه سری از نرسینگ هوما که افراد بالای سن در اونجا سکونت دارن یکی از فعالیت هایی که میکنم این هستش در ضمن جزو هیئت مدیره ایرانین کنیدین نتورک هم هستم که یک موسسه غیر انتفاعی است در خدمت هموطنان ایرانی که در کانادا تازه وارد هستند و میخوان در بازار کار کانادا شروع به فعالیت بکنن یا احتیاج به منتورشیپ دارن و غیره و غیره در اونجا هم فعالیت میکنم و یه سری فعالیت های اجتماعی دیگر در رابطه با مارکتینگ و ادورتایزینگ و غیره غیره نتورک یه غیر غیرانتفاعی از در خدمت هموطنان ایرانی برای گسترش بیزینس و نتورکینگ ایرانیان در اونتاریا هستش که اگر به وبسایت ایرانیان کانادین نتورک رجوع بکنین اطلاعات در رابطه با عضویت و غیره وجود داره و یه سری برنامه های ماهانه رو ما داریم که اطلاع رسانی و کمک و منتورشیپ به تازه واردین در بازار کار در کانادا هستش و یه سری کمک های غیره و غیره و غیره که همونجوری که خدمتتون عرض کردم در ایرانیان کانادین این رو میتونین ببینید بسیار سپاسگزاریم از فرصتی که در اختیار شبکه نگین تیوی و بینندگان ما قرار دادید خانم ها و آقایان مهمان امشب برنامه تاک شو و گفتگوی تلویزیونی و گزارش ویژه شبکه نگین خانم النا مزینانی بودند که در زمینه های مختلف حقوقی مثل حقوق خانواده، مهاجرت و جبران خسارت های ناشی از تصادفات رانندگی در دفتر وکالت ایشون در خیابان یانگ روبروی پلازای ایرانیان در تورنتو کانادا در خدمت شما همیهنان عزیز و مخاطبان و بینندگان ما هستند برای تماس با دفتر حقوقی و وکالت خانم مزینانی با شماره تلفنی که به روی صفحه تلویزیون مشاهده کردید و از طریق وبسایت ایشون میتونید در تماس باشید.